بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و بالقاسم محمد. آقای خشایار هویدا 17 ساله اهل و ساکن تهران، متهم هستید به ارتکاب اعمال خشونت آمیز، ایجاد روب و وحشت، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقام معظم رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، اجماع و تبانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، ارتباط با دولت متخاصم، دنبال روی و پیروی از شبکه های معاند لندنی، علل خصوص شبکه معاند و مزدور و خیانتکار ایران اینترنشنال، به دنبال اون شبکه معاند من و تو، گروه های تلگرامی، اینستاگرامی و غیره و ذالک. آیا به این اعمال خشونت آمیز و این جرایم قبولشون دارید؟ امضا کردید اینها رو؟ نه آقای قاضی، من قبول ندارم. آقای خشایار هویدا، امروز در این دادگاه اسلامی بنده قاضی صلواتی با رأفت اسلامی و با استناد به آیه های آسمانی جناب عالی رو در یک دادگاه عادل داریم دادگاهی میکنیم و انتظار داریم آنچرا که قبلا زیلن زیرش رو امضا کردید اینجا همه رو دونه به دونه بپذیرید. درسته، ولی من زیر شکنجه بودم آقای قاضی، زیر شکنجه من مجبور شدم. شما میفرمایید تحت فشار بودید؟ بله من تحت فشار بودم، باور کن من تحت فشار بودم، این اتفاقات افتاد. این من نمیدونم، من اصلا اینا رو از من گرفتم. آقای خشایار هویدا، آره آقای قاضی، شما من... قبول دارید؟ بله بله بله، من حالا اینجوری که فکر بکنم خودم همه اینا رو امضا کردم و قبول کردم و نوشتم. بسیار عالی، بسیار عالی. اسم شما خشایار هویدا هست؟ بله درست. آیا اصلا چرا اسم شما باید هویدا باشه عزیزم؟ شما یک جوان هستید که انقلابی هستید، از دل انقلاب برآمدید. اسم شما برای چی هویدا است؟ آیا شما با اون هویدای ملعون که به دست همکار ما به درک واصل شد آیا نسبتی دارید؟ نمیدونم آقای قاضی، من نمیدونم، خبر ندارم. شماره تلفن پدر شما در پرونده ذکر شده 0919 422 422 422. وجب شماره روندی پدر شما داره. آیا پدر شما این تلفن، این سیم کارت رو از معاندین خریداری کرده؟ نمیدونم، باید بپرسیم آقای قاضی. دستی در کار بوده؟ بازم نمیدونم. آقای خشایار هویدا، فکر کنم آقای قاضی، من تا اونجا که میدونم فکر کنم خرید، از اونجا خریدن. کجا؟ شبکات معانت و این اختشاشگرهایی که میگین. اختشاشگر؟ باعث شدن. اختشاش کردی؟ بله بله آقای قاضی، من قبول دارم، من حرفش. ایجاد ضرب و شر به برادر، ضرب و جر به برادر بسیجی کردی؟ بله بله درست، من این کار کردم. چاقو رو شبکه ایران اینترنشنال برای شما خرید؟ هم اون اینترنشنال بود، هم من و تو بود، هم نه یک قبضه سلاح سرد شبکه ایران اینترنشنال پولش رو داد. آره و شما در میدان شوش رفتی اون رو خریداری کردی؟ آره 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 آره، به صورت ارز دیجیتال به ما داد. به صورت ارز دیجیتال داد به شما؟ بله. شبکه معاند من و تو هم اونم آره اونم داد، ولی خب اون خیلی خوب پول میداد، ولی خب الان این چاقو رو من از اینترنشنال خرید، یعنی اون پولش داد. با پول اون خریدی؟ یعنی اون پولش داد.
خب با پدر تماس که تماس برقرار شد، از پدر بپرسید که رویدای ملعون چه نسبتی باش داشت. سریع فقط وقت دادگاه رو نگیر عزیزم. الو بابا سلام. نه من حالم خوبه، یه سوالی داشتم، فقط به مامان چیزی نگی. آره این هویدا رو میشناختین شما؟ آره پسوندم داره ملعون. هویدا ملعون؟ آره. نمیشناخت. هیچ نسبتی نداشتیم ما باشون. نه پس. پسفند شما هم ملعون داره؟ آیا ما هم داشتیم پسفند ملعون؟ نه. باش خدافظ. بدونم. خب. تشویش از هان عمومی. عموم رو برای چی تشویش میکردی؟ آقای قاضی تشویش نمیدونم مثلا تشویش چی میخواستی از این اختشاشات؟ چی میخواستی؟ چی هدفی داشتی؟ اعتراضات بود. من اعتراض داشتیم، اعتراض به این جامعه، به این شرایطی که الان هست اعتراض داشت. اعتراض داشتی عزیزم آقای خشایار و عبیدا؟ اعتراض داشتی؟ نه اعتراض کردین؟ شما اعتراض کردین؟ اختشاش بود. بعد اینکه ما توی شرایطی که الان هست خواستیم این یه تغییراتی درست کنیم، تغییراتی رو. مگر جناب آقای محسنی اژه‌ای نفرمودن اگر کسی سوالی دارد، اعتراضی دارد، به بنده مراجعه کند و ما جوابش را میدهیم؟ چرا به جناب آقای محسنی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای مراجعه نکردید؟ رفتم، من مراجعه کردم ولی تایم اداری نبودم، مثل که رفته بودن دست به نماز.